اصلا زهر ویکتوری دو هکتار یا کراس بردرد. خب اصلا زهر ویکتوری دو هکتار توسط علامه چلیپا نشون میده. فرض میکنین دو وکتور دارین، وکتور یو و وکتور وی، دو وکتور یک خلاف صفرن، یعنی مقدارای نام سه و صفر نیه. در صورت حاصل ضرب نام مساوی میشه به مقدار هر کدام از وکتورها ضرب ساین سوی بین دو وکتور، ضرب در نرمال وکتور یا وکتور وای نرمال. خب این چینه وکتوریه؟ وکتوریه که به صفحه که دو وکتوره که ما ضرب میکنیم عموده، در همون صفحه عموده یا به مستوی شامل دو وکتور که ما اونا رو با هم ضرب میکنیم این وکتور ما عموده. مثلا فرض کنیم شما چی رقم میشه؟ به این شکل بزنیم شما نشون بودم. فرض کنیم این دوتا وکتور داریم شما، این دو وکتور اگر ضرب کنیم درست حاصل از امین نارمال وکتور ماناله ما حاصل ضرب از اینا این چیگه من گفتیم وکتور یو ضرب وکتور وی ضرب ساین زویه بین اینا. حالا مهم نیه که اینا با هم عمود باشن، میشه که به یک شکل دیگه هم باشن. به این ایران هم اگر در شما نشان بوده که این فشور درست این دو وکتور درست این هم زویه بین اینا. خب نارمال وکتور انمی وکتور اگر به عنوان نارمال وکتور بگیم وکتوریه که به مستوی شامل از دو وکتور عموده یا بر دو وکتور عموده، این میشه نارمال وکتور. خب زاویه بین دو وکتور میتونه بزرگتر مساوی از صفر تا کوچکتر مساوی از 180 باشه. و همچنین ما اگر میتونه نمی نارمال وکتور به جهت توسط قاعده دست راست هم تعیین کنیم، قاعده دست راست یا رایت هند رول. به چی شکل شما اگر این مارکر به شکل حالا من انگشتا دور بدم به دور شست منطبق بسازم به این شکل نمی شکل درست نارمال وکتور. این جهت ما جهت مثبت میگیم، جهت چرخشه. ما جهت چی در نظر میگیریم؟ جهت مثبت در نظر میگیریم. خب حالا اگه ما دو وکتور داشته باشیم، یک وکتور یو و وکتور وی، در صورت ضرب وکتوری از دو وکتور ضرب وکتوری از دو وکتور وکتور یو ضرب وکتور وی مساوی میشه به وکتور آی جی کا. هر وکتور که اول نشته گله مؤلف های می نویسیم. وکتور اول ما یو. خب A1, B1, C1 ویکتور V A2, B2, C2. خب همین دیترمینانت شما حساب بکنیم برابر حاصل از ضرب، همین دیترمینانت که شما حساب کنیم حاصل یک ویکتور میشه که برابر میشه با حاصل ضرب همین دو ویکتور. دیترمینانت ما چه قسم حساب میکنیم؟ بیاین چند روش داریم برای محاسبه دیترمینانت که ما برای شما در بخش ماتریکس ها گفتیم. خب به شکل عمل میکنیم، میشه سطر اول و ستون اول شما حذف کنید. سطر اول و ستون اول حذف کردید در این قسمت یک ماتریکس دو در دوی در این قسمت داریم. چی رقم پیدا میکردیم؟ قطر اصلی منفی قطر فرعی. حالا قطر اصلی بی یک سی دو، بی یک سی دو منفی قطر فرعی سی یک بی دو. خب ضرب چی میکنیم؟ ضرب در تقاطع انمی سطر رو ستون میکنیم. تقاطع سطر رو ستون چیه؟ آی ضرب آی. علامه گذاری تبریه که مثبت باز منفی باز دوباره مثبت. خب بعد چی کار میکنیم؟ دفعه بعدی من به این جی نوشته میکنم که شما بیشتر بفهمید. آی جی کا ای یک بی یک سی یک ای دو بیدو سیدو. خب بعد میان چی کار میکنه؟ همین سطر ثابت نگه میداره، سطر ستون اول حذف کرده بوده، این بار میان ستون دوم حذف میکنه به شکل ستون اول سطر اول حذف کرده ستون اول این جیداری به صفت آره اگر بیاییم ستون دوم حذف کنیم. خب این سطر روی ستون ما دیگه در نظر نمیگیریم، این سطر روی ستون در نظر نمیگیریم، باز یک ماتریکس دو در دو میشه. دیترمینانت حساب میکنیم، قطر اصلی منفی قطر فرعی ای یک سی دو، ای یک سی دو منفی سی یک ای دو، سی یک ای دو ضرب در تقاطع سطر و ستون. تقاطع سطر و ستون چیه؟ جه. باز میام در قسمت دیگه منویسم
آی جی کام ای بی یک سی سی یک. دفعه بعدی چی کار میکنیم؟ سطر هست ای ستون هست کرده نه ای ستون هم هست کرده این بار نومت ای ستونه. باز یک ماتریکس دو در دو میشه دیترمینانت حساب میکنیم. قطر اصلی منفی قطر فری ای یک بی دو ای یک بی دو اینجا علامه منفیه ها منفی بی یک ای دو بی یک ای دو. ضرب چه میکنه؟ ضرب در تقاطع این سطر ستون. تقاطع سطر ستون چیه؟ کا. حلان گذاری رو هم که گفته بودیم اول مثبت، حالا من نوشته نکردم مثبت منفی باز مثبت. اینا با هم مجموعه میکنه حاصل اونها یک وکتور میشه. خب یک نکات دیگه هم اینجا ما یادداشت کردیم که متوجه باشین دو وکتور امنامه یا دو وکتوری که یو و یور اگر بیاین کلاس پرودکتی رو در نظر بگیرین مسایی به صفر میشه. به چی دلیل؟ اینجا با حروف رون میشه که به موضوع برای شانسه بود بکنین. خب ما گفتیم مقدار هر کدام ضرب ساین زویه بینینا. خب دو وکتور امنام میشه بگیم دو وکتور منطبق حالی رو هم که رو داشته باشه. خب زویه بینینا صفره. ساین صفر چی میشه؟ ساین صفر صفر میشه. پس کلن اینجا صفر میشه. صفر میشه. خب صفر ضرب بعد از صفر پس صفر شد. و یک چارم طول کردن برای از اینکه بفهمیم آی ضرب جی و جی ضرب کا و کا ضرب آی چی میشه. خب اگه شما یک ساعت در نظر بگیرم من اینجا به شما رسم میکنم. یک ساعت خب عقربا چی رقم چرخش میکنه؟ عقربا ساعت ای رقم. ما خلاف عقربه آمده این گرفتین آی جی کا. خب آی کلاس یا با جی مثل میشه با کا. باز جی کلاس یا با کا مثل میشه با آی. کا کلاس با آی باز مثل میشه با جی. و در صورتی که اگر شما جوین رو تغییر بدین یعنی برعکس ضرب کنه بیشتر وکتور رو من اگر رسم میکنم علامه منفی میندازه. یعنی جی اگر در جی کلاس با آی بگیریم جی کلاس با آی چی رو هم رفتیم؟ خلاف عقربه یا موافق عقربه؟ خب موافق عقربه میشه. وکتور ای دو وکتوره که با هم ضرب میکنیم اینا در نظر نگیره. وکتور سومی چی؟ حرکت نگاه کنین. اگه موافق با عقربه رفته بودین مثبت، اگه خلاف عقربه رفته بودین منفی. این صورت. خب ضرب اصل ضرب وکتوری دو وکتور قانون تبدیلی نداره. یک منفی بعد اگر یک وقت جوینرته تبدیل کرده باید اصلا یک منفی هم ضرب بکنه. خب اگر ما یک وکتور ضرب وکتوری رو با اصل جمع دو وکتور داشته باشیم میشه که بلو هر کدام ضرب کنیم که همون قانون تروزی ضرب بال جمع که میگفتیم این جمع حاکمه. یو ضرب وی علامه مثبت با یو ضرب دبلیو. و اگر کا یک عدد حقیقی باشه کا شامل عدد حقیقی باشه میشه که ما این دو وکتور رو ضرب کنین حاصل با کا ضرب کنین میشه کار با این وکتور ضرب کنین حاصل هرچی میشه با وکتور وی ضرب کنین که در قسمت برای شما نوشته کردم.